مسابقه هپی رو تماشا کنم. مسابقه هپی الان شروع میشه. یوهو! هپی جون باش. بودا هپی. هپی میدونه داره چی کار میکنه. فقط نگاه کنی. بری چلا. هپی. مردو هپی یه کاری با کن سوپر چه سیگار کنی؟ برو هپی هپی مردو نمانو بنایی افتی بایی خودم نقشه چی کشیدی؟ باری کم بایی یعنی اون میتونه بهشون برسه من که چورت نمیتونم برو هپی جو برو نه میدونم که خوشگی میکنه به یه چی؟ عجله کن هپی زنده با هپی آب داری هپی یه خود توتر توتر هپی هر سال ما برای برگزاری جشن روز زندگی اینجا جمع میشیم. دور هم جمع میشیم و مسابقات شادی آوری برگزار میکنیم. بله. مسابقه بزرگ و پرهیجانی بود. نمیتونستم از تو چشم بردارم. این اولین ساله که به سرزمین سبز اومدی هپی. بنابراین مفتخرم که این مدال قهرمانی رو که واقعا حقته بهت میدم. تبریکا خواهش میکنم. راستی که خیلی خوب داری هپی جون. خب علتش اینه که تو حسابی کمکم کردی. پس دوستی به چه دردی میخوره؟ سرباز دیپنج من شایتو نگاه کن آرکیز بکنم مات شدیم مات شدم؟ من اصلا سربازتو ندیدم شوهو نکنه حواسمو دارم از دست میدم راستش قربانت کردم علتش اینه که تمام اون مهرهای پنگوان شکلیه تو از کجا میدونی؟ تو فقط یک پیش خدمتی حالا دیگه یه پیش خدمتم خیلی خب منم میدم که پیش خدمتی با جایی دیگه و برای کسی دیگه انجام جیمز ممکنه برای اولین بار درست گفته باشه جیمز تمام پنگوئن ها یه جورن حالا فکرشو بکن اگه مهره های اصلی شطرنج رو داشتن چی میشد اون وقتی که اصلا بازی شطرنج هم یه طور دیگه میشد سر بالا شکم تو خدای من آقا خرگوشه اون کلا رو از کجا آوردی؟ اجده ها شاک بس دیگه به حد کافی روزم رو خراب کردن اون یه بستنی شکلاتی که طعم دهنتون رو عوض کنه چطور؟ نه اجده هم کور شده شوهو فکر عجیبی به سرم زده به نظرت اون اجده ها ادعای ریاست به سرزمین سبز داره؟ نه البته که نه قربان خب
خب پس بگو کیه؟ بالاخره یه نفر این ادعا رو داره؟ راستش قربان زود باش حرف بزن، چی داری تو بوی درخشان میبینی؟ برو کنار بذار ببینم آقای شاه و مشاور عزیزم. به شما دستور میدم که اجازه بدید داخل بوی درخشان ببینم. درست همونطور که فکر میکردم، ولی این کله پوپا چرا دور اون درخت چند شدن؟ مگه اون درخت چه اسراری داره؟ چون تو دلت نمیخواد که هیچ حرفی نزنی، منم خودمو با دستور تخریب اون درخت و به هم زدن جشنشون سردر میکنم جناب آقای شاه. شب کنی قربان، بذارین جریان درخت رو براتون تعریف کنم. حدس میزدم که بگیم اون قدیمی ترین درختیه که توی سرزمین سبزه، به اون میگن درخت زندگی. اهالی سرزمین سبز به دلایل زیادی براش احترام زیادی قائلن. اون محل زندگی بسیاری از نسلهای گذشته اونا بوده، خیلی قدیمی. ادامه بده، چون برای نابود کردنش داری دلایل زیادی در اختیارم میذاری. آه نه، گوش کنید، مهمترین وظیفه درخت در زیر زمین انجام میشه. ریشه‌های انبوه درخت آبهای زیر زمینی رو متعادل میکنه. این به علاوه باعث شده ذرات خاک به هم چسبیده بشن. بدون اون سرزمین سبز و سرزمین سرما هر دوتاشون نابود میشن. کافیه درخت رو از بین ببرید تا سیاره خوبمون تبدیل به صحرای بی‌آب و علف بشه، هممون نابود میشه. گفتی سرزمین سرما هم از بین میگه؟ بله. پس گوش کن، مثل اینکه یادت رفته که برف و یخ دنیا رو من کنترل میکنم. خاطر جمع باشین که بهتون حقیقت رو گفتم. بسه دیگه، خودم حقهای تو رو بلدم، خودت رو رئیس واقعی سرزمین سبز رو نشونم داری. در اشتاقی نمازرم قربانم گردم. امیدوارم اینطور باشه. بهتر خوب اون گوش با موندت رو باز کنی. میخوام کاری کنی که اونا حیران بشن با یه حمله هوایی به اون درخت. خدایی من فرمانم زانوهای باموندت برده، چون اعصابم رو خراب میکنه. بهش نگاه کن جیمز، برو. آرتوس بهت اختار میکنم. کافیه شو، نمیخواد به مفار کنی، چون ما خودمون مرکز اختار هستی. او بالاخره امروزم بر یکی از روزهای خوب زندگی میشه. بهتره همه استراحت کنن، چون هنوز خیلی دیگه از برنامه های جشن باقی مونده. وای خدا جونم، من که مردم از خستگی تا و نوگر. چقدر اینجا خوب و خنکه. آره. من که باورم نمیشه برنده شده باشم. نگاه کنیم اون هواپیمای آرتوسه. بادکنگا رو داره بیاره. بکنم آرتوس نفشه بعدی براموده. یه چوه خاطر جشن روز زندگی این که رو بیاره. چقدر شما خوش بابن. وای خدا سرمان ما رو بندیش گردم که این سرم میمیرم. چون سرعتمون کم شده سنی تر بال بزن، اما دش گرمم میشین. وای سرمان داره نفهم میکنه. در بود خوره اون دماغ خریجی بس خباره این ناره این کرد. نمانه این چاره بحث خیلی حرف میزنی، بذار به کارم برسن. بره بود بره به طرف اون درخ بیره. کجا میره؟ آوازو فرار کنی، تو باید فرار کنی، فرار کنی. برگردم جنگ؟ بله چون آرتوس میخواد اون درخت رو کاملا نابود کنه. بهتره فوری برگردیم، چون مهمات بیشتری لازم داره. پدر مرحوم هم گفته بود که این زده آفدلر کارهای خطری نشم. یه با بکنم بایی همه اینا رو تابلوگا حساب میکنم. خوشبختانه تونستم آخرین نفرم بیارم. امیدوارم که اتفاقی برات نیفتده باشه. البته که نیفتاده، به هر حال اجدهاری که نمیشه با یه نیش زنبور از پا در آورد. خب حالا که همه نجات پیدا کردن، باید درخت رو نجات بدیم. اول باید جلوی اون هواپیما رو بگیریم تا نتونه بازم برد بیاره. مواظب خودت باش. حواست کجا؟ معذرت میخوام. حواست جنگو نمیخواد اونز بخواد. خب هواپیما الان کجاست؟ مطمئنم تو به نزدیکی سرزمین سرما رسیده. نه
تو بادکنک ها جلوی سرعتشو کم میکنن و همین بهترین فرصته. شما که برای گردش تعطیلی نیومدی نه چقدر میکردن اصلا چیزی عالیشو نیست. من باید خودم از نزدیک شاهد از بین رفتن درخت باشم. سرزمین سرسبز جدیدی که دو مرتبه به وجود میاد، سرزمین سرسبز خودم. نفهمیدم این کارو چی کرد. هر کی باشه به خاطر این کارش منجمدش میکنم. جیمز میزنیم ولی هنوز از جامون حرکت نکردیم. سرگروهبان چرا به دماغ خبیجی گزارش نمیدی که اینطوری کارمون به جایی نمیرسه؟ چون با آدم تنبلی مثل تو نبایدم به جایی نمیرسه. علاقه که من بیکله نیستم. اون چی بیکله؟ یعنی من بیکله هم؟ چی بگم؟ چی بگم؟ بیکله هم؟ اونو بیره چی بگم؟ به پاروزینو بزنید؟ شهر شیشه ای داره آب میشه. این دیگه خیلی مسخره است. بهتون که گفته بودم اگه به درخت زندگی صدمه وارد کنی که عادلش به هم میخوره و هر اتفاقی ممکنه بیفته. نمیخواد برام سخنرانی کنی، کافی بگی چطوری از درد سر نجات پیدا کنی. خب شهر شیشه ای رو سبکترش کن که شناور بشه قربان. شهر شیشه ای رو سبک کنم؟ تمام چیزای سنگین رو بندازیم تو آب. منظور دینه تمام گنجینم رو بریزم توی دریا؟ چاره دیگه نداریم قربانت گردم. وای مثل یخ سیف شده، مجبوری او رو با تنوره آتیشت آبش کنی. تعبال و گازود باش. باشه من سعیمو میکنم ولی او خیلی محکم و سفته. یه کاریش با کن دیگه. حتی اگرم شعلای تو یخ آب کنه تابالوگا، ممکنه که به درخت صدمه بیشتری وارد بشه. و اما باید یه کاری بکنیم. ببین چطوری همه یه درخت و گیاه دارن میافتن. درخت برای زنده موندن داره از زمین آب جذب میکنه. خب پس ما باید یه حلقه آتیش در اطراف انتهای یخ به وجود بیاریم. این باعث میشه که یخ آب بشه و به درختم آسیبی نرسه. شاید دیگه خیلی دیر شده باشه. نباید نامید شد. هنوزم زیر یخ سبزه. زود باشین همه چیز رو جمع کنید تا منم آتیش آماده کنم. دقت کنین، مواظب باشین. اگه به چیزی صدمه وارد بشه همه تون رو تبدیل به یخ میکنم. حتی اگه یه اثر انگوش رو اون تلسکوپ ببینم اون وقت من میدونم با شما. آو شما دارین با صندلی نازنین من چی کار میکنم؟ آو طاقت دیدن صندلیمو ندارم. شامت بشه باشم. چی کار کنیم؟ بعد ایستگاهی حقایق رو در نظر بگیری. واو نجاتش دادن، صندلیمو نجات دادن. ولی اون دیوونه ها در مخزن رکس چی کار میکنن؟
میشه جای محافظ اینو پر کرد. چه فکر خوبی به خاطرم اومد. هرچه زودتر شهر شیشه ای سبکتر بشه زودتر نجات پیدا میکنه. نفهمیدم اون بلندگو رو کجا گذاشتم؟ همین یه دقیقه پیش دم دستم بود. درسته درسته. نگهبانان، هموطنان، فرمان رواتون داری صحبت میکنه. لحظه کمک به شهر شیشه ای فرا رسیده، چون در آسانه ذوب شدن قرار گرفته، ولی به محض نجات از ملکه همه چیز به صورت اول بیشتر میاد. تا زمانی که درخت زندگی نجات پیدا نکنه غیر ممکنه. این چه حرفیه؟ خوابه چی داشتم میگفتم؟ بله شما ها همتون باید فداکاری کنی. نه 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 نه، منظورم اینه که باید وزن شهر شیشه ای رو تا جایی که امکان داره کم کنیم. بنابراین ازتون میخوام که بپرید وسط آب، فوری بپرید، تلاش کنید، تلاش کنید. خب دیگه از حالا به بعد شهر شیشه ای شناور میشید. چقدر خوبه، چقدر گرمه، چه کیفی داره. حالا اگه پاروزنهای خورده همت کنن ظرف یک چشم هم زدن نجات پیدا می کنن. خدای من خیسه عرق شد، بعد نیست کمی آبتنی کنم. آره با شما بس دیگه، فوری برگردی سر کاری. ما باید به عراضی مرتفع بنا ببریم، چون وقتی از خواب بشه اینجا موندن کار خطرناکیه. آره لازم دود باش، تا بلوگاه دود باش. من اینجا میمونم تا مواظب آتیشا باشم. یا بریم هپی ولی ولی چیه؟ نکنه یادت رفته که اون بلد پروازه کنه. ناامید نباش، تو موفق میشی. راز میگه موفق میشه. فقط تا زمانی که دو مرتبه کارشون داشته باشن. اون چیه؟ کسی رو که مسئول بوده گیر بیارم، اون وقت نشونش میدم. نگمانی. وای آخ، شانس آوردین که پدر و مادر برخصی رفته بودن که این اتفاق افتاد. هی راستی وضع کندو چطوره؟ باز چیزی نمونده بود خورشید همه چیز رو خوش کنه. کافیه نگاهی به گلا بندازی دوباره همه چیز درست شد. بعد امیدوار بود. خدا رو شد. میدونی تابانیوگان، این دفعه نه تنها سرزمین سبز و نجات دادی، بلکه باعث شدی که سیارمون از یه واقعه ناگوار نجات پیدا کنه. هر جایی دیگه یا بود همین کار رو میشن. تو که رشته ها نیستی، تو تابانیوگان هستی. زنده با تابانیوگان.
بی خودی خوشن شما سیاره رو نجات دادی. چه شوخی بی مزه ای. بدون تردید شهر شیشه ای رو نجات داده. یعنی اینو متوجه نشدی؟ ببین که یخا دیگه آب نمیشه. من چه گفتم؟ به مسیر آیی از تپه دریایی این شهر شیشه ای نجات پیدا میکنه، درسته یا نه؟ ولی حالا چطوری میشه به سرزمین سرما برگشت؟ بگید ببینم چه اتفاقی داره میفته. اصلا معلوم نیست کجا هستی. باید یه کاری کرد. اون مستقیم مخصوص من کجاست؟ جیمز؟ جیمز! این که قایق نیست، این یه سبده. هرچی بیشتر بادش میکنم دوتر خانه میشه. وقتی پای جون سایرین در کار باشه به دماغ خمیجی اصلا نمیشه اعتماد کرد. میگم بریم بستنی بخونیم حالمون جا بیا. اینقدر حرف نزن. قول میدم یه جای قایم شده و داره بستنی یخیمون میخوره. جیمز! جیمز! من اینجا قربانت کردم. چرا اینطوری خودتو بامپیچی کردی؟ نه 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 نمیخوام بدونم. بهتره بری و هواپیما رو حاضر کنی، چون میتونه شهر شیشه ای رو تا سرزمین سرما یدک بکشه. من این زنگ هواپیمای انگلی پیدا کرده. یعنی چی شده؟ خب من قربونت کردم واسه شما تنم این همش مونه. یعنی این هواپیمای منه؟ قربانت کردم، حق دارم و اندکه صرف بخت اونو. ای پنگوانه حق باز، من از دست تو خودم رو نفره می کنم. قربانت کردم زمان من که تمام خدام قربانت گرده گردم. میگم که پس حالا بیا بریم بستنی بخوریم، چون تاش بلند شدی. نه جیمز، منو از اینجا نجات بدی. جیمز همونطور که آرتوس پیش بینی کرده امروز روز خوب میخواهد. جیمز برای من یه چای یخ زده بیار.